من اصلا دلم نمیخواد بین خودم و تحسین یه محدودیت هایی وجود داشته باشه. ولی از یه طرف مجبورم کنارت بمونم. میخوام چند تا از لباسامو بردارم بذارم خونش. اینجوری خیالم راحت تره که اونجا یه جایی دارم. تازه خودشم حس میکنه که من بهش نزدیکترم. اونجا راحتم. هر وقت کاری داشتم میام اینجا. میخوام یکم از مشکلات دور باشم. ببین کاتیا چجوری اینجا رو به هم ریخته. پس اون لباس کجاست؟ عدنان قراره جریمه رو بده، درسته؟ تمر، حواست کجاست؟ نکنه هنوز پیش مادمازل سیر میکنی؟ کیلی؟ چی گفتی؟ کلید اون صندوق دستم بود. معلوم هست داری چی میگی؟ دستم بود، چرا دوباره دادمش به اون؟ چقدر احمقم. چی شده بگو منم بفهمم. سمر، 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 تو اسمت چی بود؟ سما هستم خانم. لیوانو بذار رو میز و بیا کمکم سما خانم. اینا رو بذار سر جاش و طبق رنگاش برام مرتب کن. میخوام ببرمشون منزل تحسین. بله خانم. الو. محلت یه اتفاقی افتاده. تو از این همه نق زدن خسته نمیشی؟ حرف نزن، فقط گوش کن. سمر چه نقشه ای تو سرت؟ این دفعه میخوای چه برای سرم؟ کافیه دیگه، گوش کن. بشیر از ما یه چیزی داره. خودتو اذیت نکن، این کارو با خودت نکن. بشیر هیچی تو دستش نداره. پس برای یه چی یه صندوق محرمانه تو بانک داره؟ مثلا اون چه چیز با ارزشی میتونه داشته باشه؟ اون کلید تو دست من بود، ولی مثل احمقا دوباره دادمش به جمیله. کلیدو گرفت و رفت. بشیر ازش خواسته بود کلیدو برسونه به پدرش. و الان اون کلید دست آقا سلیمانه. یه کاری بکن، برو ببین تو اون صندوق چیه. بگو، میشنوم. میدونم واسه دیدنم نیومدی، میشناسمت. بشیر، تو به من قول دادی. تو اون صندوق چی پنهان کردی؟ به منم مربوط میشه. راجع به چی حرف میزنی؟ راجع به اون صندوق. چیزی هست یا نه؟ چرا، مگه برات مهمه؟ میگن تو خونه یه امانتی داشتی، درست میگن؟ آره، فاکتورای وسایل خرید شده، دفتر حساب مشترک من و عمو سلیمان. یه چیز دیگه است،